امروز هم شکوفه ها هست و ما میزبان شکوفه های نازنین هستیم و امروز هم میزبان اسما جان و زهرا جان هستیم. با خودشان سلام علیکی می داشته باشیم که امروز بر ما در برنامه چی چیزهایی را آمادگی گرفتن. اسما جان سلام، صبح بخیر عزیزه. صبح شما بخیر و صبح بینندگان عزیزم بخیر. خیلی خوش آمدی اسما جان و همچنان زهرا جان، سلام صبحت بخیر. صبح شما خیلی خوش آمدی دیگه، همچی یک سلام کلام کد بیننده های ما داشته باش دیگه. با عرض سلام خدمت شما موجیان عزیز و بیننده های عزیز. بسیار علی علیک السلام. همچنان بیننده ها هم دیگه کلگیشان گفت علیک السلام. خب اسما جان بیم طرف خودت، اسما سنف چندم هستی؟ در مکتب چندم نمره هستی؟ چهارم الف گروپ الف هستم. بسیار عالی دیگه، دخترم تو لایق و با استعداد در گروپ الف هست. و همچنان زهرا جان خود سنف چندم هستی؟ سنف ششم الف. سنف ششم و همچنان در گروپ الف. گروپ الف گروپ الف همو تو شگفت های نازنین لایق توانا که در گروپ الف هم هستن. خب اسما جان بر ما بگو که در خانه از زمانی که خودت در درسای کم داره مشکل پیدا میکنی که هم رو خودت کمک میکنم؟ خواهر. خواهر دستت کلانتر است؟ آه کلانتر است. چقدر خوب دیگه، اسما خواهر کلان داره دیگه، با خودش در مشکلات و در درسایش کمک میکنه. خب اسما جان فعلا دیگه فکر کنم امتحان سالانه‌ش ما هم نزدیک است دیگه، نیست؟ هست. چقدر مانده به امتحان سالانه تان؟ دو ماه شاید مانده باشه، یک ماه. دو ماه یا یک ماه شاید مانده باشه. باز چقدر آمادگی گرفتی بر امتحان سالانه؟ روزانه درس میخوانم، بختر وقت که در امتحان نزدیک شدم در سرم بار نخته. آفرین. ایره میگه شاگرد زیرک و هوشیار. روزانه درسایش تمرین میکنه تا شب امتحان دیگه به یک بارگی کنه درسا انبار نشه. خب میایم طرف زهرا جان. زهرا جان خودت چقدر آمادگی گرفتی بر امتحان سالانه؟ من آمادگی کامل گرفتم. آمادگی کامل یعنی برنامه ریزی دقیق داری دیگه. باز خودت در خانه کی همراهت بیشتر درسا را یا جایی که مشکلات داری را کمک میکنه؟ از ما یکان وقت پدر مادر، یکان وقت خواهر. اسما جان ما از برنامه ریزی یاد کردیم و خودت هم گفتی از امیال درسای تکم کم میخوانی تا در شب امتحان سرد انبار نشه. به نظر خودت یک شاگرد خوب باید چه قسم برنامه ریزی بر خود داشته باشه؟ در یک روز مکمل باید یک مضمون رو بتونه خلاص کنه با دو سه بار تکرار. بسیار عالی، یعنی برنامه ریزی خیلی مهم هست دیگه، درست؟ آه که برنامه ریزی داشته باشی و همچنان بتانی مقسم از پس درس ها و امتحاناتت برای، درست است؟ درست. بله بله، که اورم خاطر جان یک روز یک کتاب حتما با سه دفعه تمرین کنه. دقیقا وقت امتحان وقت خیلی هیجانی و جذابی همچنان چی هست که انسان باید آمادگی بیشتر داشته باشه، یعنی تو هم باید به خوابت برسی، هم به درست برسی، هم به خوراکت برسی، وقتی در کل در از اینا برسی میتونی یک برنامه ریزی دقیق داشته باشی. خودتان که در برنامه ریزی تان انشالله موفق هستین. چطور اسما؟ آستم. بسیار عالی. زهرا جان خودت چطور در برنامه ریزی هست؟ آستم. یعنی برنامه ریزی کامل دیگه. از دیدن خود را جان از اکنون، یعنی از همین حالا که اینا آمادگی گرفتن که درسای خود را بر سالانه دیگه حتما برنامه ریزی دقیق دارن. بله دقیقا. خب زهرا جان بر ما بگو که خودت به کدام مضمون بیشتر علاقمند هستی؟ انگلیسی. انگلیسی بعد مشکل که نداری در انگلیسی؟ کم. کم زرینه میتونی برای انگلیسی خدا میال بر ما معرفی کنی؟ بر ما معرفی داشته باشت انگلیسی؟ انگلیسی نیم افلا، مای نیم زهرا، مای فادر نیم از محمد انور. بله بله بسیار خوب. تشکر. ما بسیار خوب دیگه. بله. خاطر جان انگلیسی به زبان بین المللی هم هست، باید انسان دیگه تلاش بسیار زیاد داشته باشه. خب بیایم از اسما جان بپرسیم. اسما خودت کدام مضمون بیشتر علاقه داری؟ بخش ریاضیات. بخش ریاضیات. آفرین. چطور بخش ریاضیات انتخاب کردی؟ به خاطر از که زیاد هم به آدم احساس خوب میده که حلش کنه و همچنان زیاد معمایی است. معمایی است، یعنی تو خیلی کنجکاو میشی که یک سوال حل کنی. اسما خودت تو وقت شده که مثلا یک سوال حل کرده باشی باز غلط برآمده باشه، باز حل کرده باشی در آخر جواب نتونسته که بکشی؟
نه قسم نشده اما خوب کدم کدم با جوابش پیداشته بلاخره جواب دیرون شده است. از گفای از مجان فهمیده میشه که امود یک دختری است که دنبال چالش ها میگرده. واقعا ذهن کنشگاه در کن دختر ها علاقمند مضمون دری میباشن ریاضی دیگه از امو بچه هسته بازال دیگه از مجان رو میبینیم که مضمون ریاضی رو دوست داره دیگه واقعا دختر خوب و توانایی هست. خب از مجان امروز در برنامه بر ما چی آوردی؟ یک شعر. شعر راجع به خوش مهربانی. بس خودت چقدر مهربان هستی؟ نه بس خوب هستم مهربان هستم. خب دیگه ما میانه بوده جریان برنامه که خودت صحبت میکنیم واقعا دیگه مهربانی تا میبینیم. خب آماده هستی بر ما شعر تا بخانی؟ بله حتما. خب دیگه ما و شنوانده های خوب هم میانه منتظر هستم که شعری از ما جانا بشنایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر زشتی کند دنیا بیا تا مهربان باشیم. اگر بستی کند با ما بیا تا مهربان باشیم. اگر آرام جان باشد اگر بارش گران باشد. اگر نامهربان باشد بیا تا مهربان باشیم. خوشی و غم نمیماند زیاد و کم نمیماند. جهان دنیا نمیماند بیا تا مهربان باشیم. شکر سایی بسیار بیا تا مهربان باشه. دقیقا شعر بسیار زیبا که مفهوم بالایی داره. دقیقا مهربانی جای خود را داره که هر چقدر تو مهربان باشی همون قدر میتونه طرف مقابل ما مهربان باشه. بسیار عالی. خب شعر خودت از ما انتخاب کردی؟ بله. بسیار شعر زیبا درباره مهربانی. خب میایم طرف زهرا جان. زهرا جان هم دیگه یک دختر بسیار آرام خوی هست. بله. خب زهرا امروز خودت در برنامه بر ما چی آوردی؟ یک دکلمه درباره چی هست؟ درباره خود. درباره خود انسان. پس یک دکلمه زیبا را از زهرا جان میشنویم. شروع که زهرا عزیزه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز کمی کعبه اعمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. بسیار عالی. چقدر صدای ملایم بود فروزان جان. واقعا دیگه ما فروزان امیال محوی هم صدای خودت شدیم. واقعا ملایم دلنشین به گفته امیانه ما متحنجره تلایی دیگه. بله. خب زهرا جان خودت چقدر به دکلمه کردن علاقه داری؟ علاقه زیاده به دکلمه کرد. بسیار خوب. با چقدر مدت میشه که دکلمه کردن خود شعرها را که به دست میاری را به دکلمه میگیری؟ اصلا فچه شروع کرد. از سنف چهار شروع کرده. فعلا سنف چندم هستی؟ شش. سنف ششم. یعنی دو سال میشه که زهرای ما دکلمه میکنه. کی ها امروی خودت کمک میکنه در دکلمه کردن؟ از من خواهر. خواهرت. خواهرت بزرگتر از خودت است. بله بسیار علی. خوب از اسما جان میشنویم. اسما جان خودت چقدر دکلمه کردن دوست داری؟ من بسیار زیاد. بسیار زیاد. بعد کی امروی خودت کمک میکنه؟ امروی ما پدر میشه. پدر جانت امروی کمک میکنه. بعد وقتی که برای یک شعر برد انتخاب میکنه میگه اسمایی را برای ما دکلومه کن. وقتی خودت دکلومه میکنه چقدر تو تشویق میکنه؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. مثلا چقدر زیاد؟ مثلا تا حدی که ام کمک میکنه بیشتر جورش کنم و همچنان تشویق هم میکنه که خیلی عالیه. بله بسیار عالی. نقم دیگه آدم تکگاهی همچون پدر داشته باشه دیگه غم نداره. دیگه در هر مرحله میتونه موفقیت های بسیار زیاد به دست بیاره. خب فعلا هم از اسما جان. اسما گفت دو تا شعر داری یا یک تا بود؟ دو تا داری؟ دو تا را بر ما آمادگی گرفته. پس یک شعر دیگر هم از اسما میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قیامت عابدی را دوزخش انداختند. هرچه فریادش جوابش را نمی پرداختند. داد می زد خانده هم 70 سال هر شب نماز.
پس چی شد اینک ثوابه آن همه راز و نیاز؟ یک ندا آمد چرا تهمت زدی همسایه اد؟ گفت در طول عمرم گر زدم یک تهمتی، ظلم باشد زنده سوزم، ای خدا کن رحمتی. آن ندا گفتا همان کس که زدی تهمت بر او، طفلکی 70 سال جمع کرده بودش آبر. بسیار عالی. بحبه چقدر زیبا خدا جان. این در مفهوم در کل حکایتی بود از یک نفر که در دوزخ رفته بوده و در زور خود گفته نخواه 70 سال من نماز خواندم، پس این 70 سال نماز من چی شد؟ بعد از او خداوند گفته که تو به کسی تهمت زدی، به خاطر امزو تهمت اون نفری که در پاش تهمت زدی 70 سال آبرو جمع کده بود و کلگش از بین رفت. بگر بسیار عالی. خب اسما، از این حکایتی که خودت به دکلمه گرفتی خواندی، به نظر پیام از این چی هست؟ که تهمت نزنه و همچنان زود قضاوت بکنه. بسیار عالی. خب از زهرا جان هم بشنویم. زهرا جان، تهمت زدن چقدر کار زشت و بدی هست؟ تهمت زدن خیلی کار زشتی هست. بله. ما هیچ وقت بشتری هیچ کس تهمت نزن. بله، دقیقا خاطره در حکایت اسما هم که بود 70 سال مثلا با یک تهمت 70 سال یک شخص از بین رفت. دیگه چقدر خوب هست دوستای عزیز که متوجه رفتارمان باشیم، متوجه اخلاقمان باشیم، که تهمت و غیبت و چیزا بسیار زشت و بد است. بله، خیلی سپاس از شما زهرا جان، اسما جان، از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. خیلی خوشحال شدیم در اخیر پیام شما رو می داشته باشیم. اسما جان بر ما میگه بر همتنم این پیام دارم که متوجه خودتان باشن و وقت خودتان ضایع نکنن. بسیار عالی. و همچنان زهرا جان، ما با همتنم این پیام دارم که همیشه سربلند و موفق ان شاء الله. خیلی خوش اومدین، سلامت باشین. سپاس.